سلام، امیدواریم که حالت خوب باشه. مرسی از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید. امروز فصل هفتم و هشتم داستان هری پاتر و زندانی آزکابان نوشته خانم جی کی رولینگ رو با هم دیگه میخونیم و میشنویم. لطف میکنید اگر ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم حتما بزنید. حتما اگر انتقادی پیشنهادی هست لطفا توی کامنت ها برامون بنویسید و ممنون میشیم اگر ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی کنید. فصل هفتم، لولو خورخوره درون گنجه. مالفوی تا روز پنجشنبه سر هیچ کلاسی حاضر نشد. در نیمه های ساعت دوم درس معجون ها مالفوی که دست راستش رو باند پیچی کرده بود و به گردنش بسته بود با تکبر و غرور وارد دخمه شد. در نظر هری رفتارش طوری بود انگار آخرین قهرمان باقی مونده از یک جنگ خونین بوده. پانسی پارکینسون خنده ابلهانه ای کرد و گفت: دراکو، دستت چطوره؟ خیلی درد میکنه نه؟ مالفوی چنان که گویی شجاعانه درد شدیدی را تحمل میکند با قیافه در هم رفته گفت: آره، اما هنگامی که پانسی رویش را برگردان هری مالفوی را دید که به کراب و گویل چشمک زد. پروفسور اسنیپ با خونسردی گفت: بنشین. هری و رون با اخم به هم نگاه کردند. اگر آنها دیر به کلاس آمده بودند، اسنیپ به آنها نمی گفت بنشینید. در عوض هر دو را مجازات می کرد. اما مالفوی همیشه سر کلاس اسنیپ از زیر کار در می رفت. اسنیپ رئیس گروه اسلایترین بود و دانش آموزان گروهش را بیشتر از سایر گروه ها دوست داشت. امروز یک معجون جدید به نام محلول کوچک کننده درست می کردند. مالفوی پاتیلش را درست کنار پاتیل هری و رون گذاشت تا مواد اولیش را روی میز آنها آماده کند. مالفوی گفت: آقا، من نمیتونم ریشه های آفتابگردونم رو ببرم. یکی باید کمکم کنه. آخه دستم. استیو بدون آنکه سرش را بلند کند گفت: ویزلی، ریشه های مالفوی رو براش ببر. صورت رون مثل لبو قرمز شد و آهسته به مالفوی گفت: دستت که چیزیش نیست. مالفوی در آن طرف میز پوزخند زد و گفت: ویزلی، مگه نشنیدی پروفسور استیپ چی گفت؟ این ریشه ها رو ببر. رون چاقوش رو برداشت، ریشه های مالفوی رو جلو کشید و با خشونت شروع کرد به تکه تکه کردن آنها، چنان که اندازه هر یک از تکه ها با دیگری فرق داشت. مالفوی با لحن کشدارش گفت: ببخشید پروفسور، ویزلی داره ریشه های منو خراب میکنه. اسنیپ به میز آنها نزدیک شد و از بالای بینی عقابیش به ریشه ها نگاهی انداخت. سپس لبخند تلخی زد و به رون گفت: ویزلی، ریشه ها تو با ریشه های مالفوی عوض کن. ولی آقا، رون یک ربع آخر ساعت قبل را برای تراشیدن ریشه هایش و تقسیم آنها به اندازه های مسافی صرف کرده بود. اسنیپ با حالتی بسیار تهدیدآمیز گفت: زود باش. رون ریشه های دقیق و هم اندازه‌اش را جلوی مالفوی انداخت و دوباره چاقویش را برداشت. مالفوی که خنده‌ای موذیانه بر لب داشت گفت: آقا، میشه یک نفر انجیر خشک منو برام پوست بکنه؟ اسنیپ با نگاه نفرت انگیزی که فقط مخصوص هری بود به او نگاه کرد و گفت: پاتر، پوست انجیرش رو بکن. هری انجیر مالفوی را گرفت. رون سعی میکرد ریشه های خرابی را که خودش باید به کار میگرفت اصلاح کند. هری بدون آنکه چیزی بگوید دست به کار شد و خیلی زود انجیر پوزکنده را جلوی مالفوی انداخت. مالفوی دوباره پوزخند زد و این بار دهانش بیشتر از قبل کش آمد. سپس با صدای آهسته گفت: تازگی ها دوستتون هاگرید رو دیدین؟ رون بدون اون که سرش رو بلند کنه زیر لب گفت: به تو مربوط نیست. مالفوی به دروغ قیافه ناراحتی به خود گرفت و گفت: متاسفانه دیگه نمیتونه تدریس کنه. پدر از جراحت من خیلی ناراحت شد. رون زیر لب قرید و گفت: اگه دهنتو نبندی یه جراحتی نشونت میدم که کیف کنی. مالفوی آه عمیقی کشید و ادامه داد: اون به مسئولین مدرسه شکایت کرده. به وزارت سحر و جادو هم شکایت کرده. خودتون که خوب میدونید پدرم چقدر اونجا نفوذ داره. زخمی مثل این؟ مالفوی با ناراحتی دروغینش آهی کشید و گفت: از کجا معلوم که یه روزی مثل اولش بشه؟ هر یکی از شدت خشم دستهایش میلرزید. سهوًا سر یک کرم ابریشم را جدا کرد و گفت: پس برای همینه که اینقدر تظاهر میکنی.
میخوای کاری کنی که هاگرید رو اخراج کنن؟ مالفوی با صدای آهسته تر زمزمه کرد: خب پاتر، اینم یکی از دلیل هاشه، اما این کار فایده های دیگه ای هم داره. ویزلی، کرم ابریشم های منو ریزیز کن. کمی آن طرفتر نویل دوچار مشکل شده بود. او همیشه سر کلاس معجون ها خود را می باخت. در این درس ضعیف بود و وحشتش از پروفسور اسنیپ مزید بر علت می شد. معجونش که قرار بود زلال و سبز رنگ شود، تبدیل شده بود به رنگ نارنجی. پروفسور اسنیپ بالای سرش آمد و گفت: نارنجی؟ لانگ باتم، این چرا نارنجیه؟ پروفسور اسنیپ با ملاقه مقداری از معجون را بالا آورد و دوباره به درون پاتیل ریخت تا همه رنگ آن را ببینند. اسنیپ گفت: این نارنجیه، بگو ببینم پسر جون، مگه حرف توی کله تو فرو نمیره؟ مگه نشیدی که خیلی واضح و شمرده گفتم یه دونه تهال موش کافیه؟ مگه نگفتم یه ذره از اساری زالو بریزیم؟ آخه من چطوری باید اینا رو توی کله تو فرو کنم لانگ باتم؟ نویل سرخ شده بود و میلرزید. چیزی نمانده بود بغضش بترکد که هرمیون گفت: ببخشید آقا، معذرت میخوام، من میتونم کمکش کنم که معجونش رو درست کنه. اسنیپ با حالتی سرد و بیروح گفت: دوشیز گرنجر، کی به تو گفت خود نمایی کنی؟ هرمیون هم مثل نویل سرخ شده بود. اسنیپ رو به نویل کرد و گفت: لانگ باتم، آخر همین جلسه چند قطره از معجون تو به وزغت میدیم که ببینیم چجوری شده، شاید این باعث بشه حواست رو جمع کنی. اسنیپ نویل را که از ترس نفسش بند آمده بود به حال خود رها کرد و رفت. نویل زیر لب به هرمیون گفت: کمکم کن. سیموس فینینگان خم شد و ترازوی برنجی هری را برداشت و گفت: آهای هری، میدونی امروز صبح توی پیام امروز چی نوشته بود؟ مثل اینکه یکی سیریوس بلک رو دیده. هری و رون بلا فاصله پرسیدند: کجا؟ مالفوی در آن سوی میز گوشش را تیز کرده بود و به آنها نگاه میکرد. سیموس که هیجان زده شده بود گفت: زیاد از اینجا دور نبوده، یه مشنگ اونو دیده. البته اون خانومه چیزی نمیدونسته، آخه مشنگ ها فکر میکنن بلکه یک مجرم معمولیه. خلاصه اون با خط ویژه تماس گرفته، اما وقتی مأمورین سحر و جادو به اونجا رسیدن بلک رفته بود. رون نگاه معنیداری به هری کرد و گفت: زیاد از اینجا دور نبوده. رون رویش را برگرداند و چشمش به مالفوی افتاد که با دقت به حرفهای آنها گوش میداد و به او گفت: چیه مالفوی؟ چیز دیگه مونده که بخوای ازش سر در بیاری؟ اما مالفوی که برق شرارت در چشمهایش میدرخشید لحظه ای از هری چشم بر نمی داشت. سپس به جلو خم شد و گفت: پاتر، نکنه میخوای تک و تنها بلک رو دستگیر کنی؟ هری با حالتی خودمانی گفت: آره، درست فهمیدی. لبخند کجی بر لبهای نازک مالفوی پدیدار شد و گفت: باید هم این کار رو بکنی. اگه من جای تو بودم زودتر از اینها دست به کار می شدم. من که مثل پسرهای خوب توی مدرسه نمی نشستم، خودم می رفتم بیرون دنبالش می گشتم. رون با بدخلقی گفت: هیچ معلومه چی داری میگی مالفوی؟ مالفوی چشمهای بیروحش را تنگ کرد و گفت: مگه خبر نداری پاته؟ از چی؟ مالفوی آهسته پوزخند زد و گفت: حتما نمیخوای جون تو به خطر بندازی. نکنه این کار سپردی به دیوان سازها. ولی اگه من جای تو بودم انتقام میگرفتم، خودم میرفتم دنبالش. هری از کوره در رفت و گفت: هیچ معلومه چی داری میگی؟ اما در همان لحظه اسنیپ گفت: تا حالا دیگه باید مواد اولیه رو با هم مخلوط کرده باشیم. این معجون باید خوب بجوشه، موقعی که داره میجوشه کنار بیستید، بعد هم با هم معجون لانگ باتم رو امتحان میکنیم. کراب و گویل بی پروا می خندیدن. نویل با ترس و لرز معجونش رو هم می زد و قطره های عرق از صورتش سرازیر بود. هرمیون طوری که اسنیپ متوجه نشود یواشکی او را راهنمایی می کرد. هری و رون مواد مصرف نشدهشان را جمع کردند و به طرف دستشویی سنگی گوشه کلاس رفتند که دستها و ملاقه هایشان را بشویند. شیر دستشویی به شکل سر اژدها بود و هری هنگام شستن دستش زیر آب یخی که از دهان اژدها بیرون می‌ریخت زیر لب به رون گفت: منظور مالفوی چی بود؟ چرا من باید از بلک انتقام بگیرم؟ اون که هنوز صدمه‌ای به من نزده. رون با حالتی تند و عصبی گفت: این چیزا رو خودش داره سرهم می‌کنه. می‌خواد کاری بکنه که تو کار احمقانه ازت سر بزنه. سرانجام اسنیپ به سراغ نویل رفت که پشت پاتیلش کز کرده بود.
اسنیپ که چشمهای سیاهش برق میزد گفت: همه بیاین اینجا و ببینید چه بلایی به سر وزغ لانگ باتم میاد. اگر تونسته باشه محلول کوچک کننده درست کنه، وزغش باید تبدیل به یک نوزاد قورباغه بشه که گمان نمی کنم این اتفاق بیفته. اما اگر کارشو درست انجام نداده باشه، وزغش مسموم میشه. دانش آموزان گریفندور با نگرانی تماشا می کردن، اما اسلایترین ها هیجان زده بودن. اسنیپ تریور وزغ نویل را با دست چپش نگه داشت و قاشق کوچکی را در معجون نویل که حالا دیگر سبز بود فرو برد. سپس چند قطره از آن را در دهان وزغ ریخت. لحظه‌ای سکوت حکم فرما شد و تریور معجون را قورت داد. سپس صدای تق خفیفی به گوش رسید و تریور که به شکل نوزاد و قورباغه در آمده بود کف دست اسنیپ گول خورد. گریفندورها لب به تحسین گشودند. اسنیپ که اوقاتش تلخ شده بود بطری کوچکی را از جیبش درآورد. چند قطره از آن را در دهان تریور ریخت. بلافاصله وزغ به شکل اولش درآمد. اسنیپ گفت: 5 امتیاز از گریفندورها کم می‌کنم. اسنیپ که با این حرف خنده را روی لب گریفندورها خشکانده بود ادامه داد: دوشیزه گرنجر، بهت گفته بودم که نباید بهش کمک کنی. خب دیگه کلاس تعطیله. هری، رون و هرمیون از پله‌ها بالا رفتند و وارد سرسرای ورودی شدند. هری هنوز به حرف مالفوی فکر می‌کرد، اما رون از رفتار اسنیپ هرس می‌خورد. رون گفت: 5 امتیاز از گریفندورها کم شد چون معجونشون بی‌نقص بود. چرا بهش دروغ نگفتی هرمیون؟ باید می‌گفتی که نویل خودش تنهایی معجونش رو درست کرده. هرمیون جواب نداد و رون به اطرافش نگاه کرد و گفت: پس هرمیون کو؟ هری نیز برگشت. اکنون آنها به بالای پله ها رسیده بودند و به سایرین که از کنارشان می گذشتند نگاه می کردند. همه برای صرف نهار به سرسرای بزرگ می رفتند. رون اخم کرد و گفت: همینجا پشت سرمون بود. مالفوی در میان کراب و گویل از کنارشان گذشت. او به هری پوزخند زد و بین جمعیت ناپدید شد. هری گفت: اونهاش؟ هرمیون که نفس نفس میزد با عجله از پله ها بالا آمد. با یک دست کیفش را گرفته بود و به نظر می رسید که با دست دیگرش چیزی را در زیر ردایش پنهان می کند. رون گفت: چطوری این کار کردی؟ هرمیون که به آنها رسیده بود گفت: مگه چی کار کردم؟ یک دقیقه پیش پشت سر ما بودی، بعد انگار غیب شدی و دوباره پایین پله ها ظاهر شدی. هرمیون که گیج شده بود گفت: چی؟ آهان، یه چیز رو جا گذاشته بودم، برای همین مجبور شدم برگردم. وای نه، یکی از درس‌های کیف هرمیون پاره شده بود. هری تعجب نکرد چون هرمیون دست کم 10-12 تا کتاب قطور سنگین را به زور در آن جا داده بود. رون از او پرسید: برای چی این همه کتاب با خودت از این ور به اون ور میبری؟ هرمیون که به نفس نفس افتاده بود گفت: خودت که میدونی درس‌های من خیلی زیاده. میشه لطفاً اینا رو بگیری؟ رون کتاب‌هایی را که هرمیون به دستش داده بود برگردان و با دیدن اسامی آنها گفت: اما تو که امروز سر هیچ کدوم از این کلاس‌ها نرفتی؟ بعد ظهر هم که فقط یک درس داریم، اونم دفاع در برابر جادوی سیاهه. هرمیون دوباره کتاب‌ها را در کیفش جا داد و با حواس پرتی گفت: آره، خدا کنه امروز یه ناهار خوشمزه داشته باشیم. من که دارم از گرسنگی می‌میرم. هرمیون پس از این جمله به طرف سرسرای بزرگ حرکت کرد. رون از هری پرسید: به نظرت نمیاد که هرمیون داره یه چیزی رو از ما مخفی میکنه؟ هنگامی که به کلاس درس دفاع در برابر جادوی سیاه وارد شدند، پروفسور لوپین هنوز نیامده بود. همه نشستند و کتاب و قلمهای پر و لوله های کاغذ پوستیشان را جلویشان گذاشتند. وقتی پروفسور لوپین از در وارد شد، همه مشغول گفتگو بودند. لوپین لبخند زد، کیف رنگ رو رفته و کهنه‌اش را روی میز اساتید گذاشت. لباسهایش مثل همیشه مندرس بود، اما خودش نسبت به روزی که سوار قطار بودند سرحالتر به نظر می‌رسید. انگار چند وعده غذای حسابی خورده بود. لوپین گفت: روز بخیر، لطفاً کتابهاتون رو توی کیفتون بگذارید. درس امروزمون یه درس عملیه، فقط چوب دستی‌هاتون رو بردارید. دانش آموزان با کنجکاوی به هم نگاه کردند و کتاب‌ها رو تو کیفشون گذاشتن. تا به حال در درس کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه درس عملی نداشتن،
البته به جز یک بار که استاد قبلی یک قفس پر از جنهای کوتوله آورد و با آزاد کردن آنها در کلاس خاطری ماندگاری در ذهن دانش آموزان باقی گذاشت. سرانجام هنگامی که همه آماده شدند لوپین گفت خب خوبه، حالا دنبال من بیایید. همه دانش آموزان که گیج شده بودند مشتاقانه پشت سر لوپین از کلاس خارج شدند. از راهروی خلوت گذشته بودند که چشمشان به بدعنق روح بدجنس و مزاحم افتاد که وارونه در هوا معلق بود و در سوراخ کلید یکی از اتاقها آدامس فرو می‌کرد. وقتی پروفسور لوپین به فاصله نیم متری او رسید، بالاخره سرش را بلند کرد و به محض دیدن لوپین پاهایش را تکان داد و شروع به آواز خواندن کرد. لوپین دیوانه فراری، لوپین دیوانه فراری، لوپین دیوانه فراری. بدعنق روح مهار نشدنی و گستاخی بود، اما تا حدودی احترام اساتید را نگه می داشت. دانش آموزان بلا فاصله به لوپین نگاه کردند تا واکنش او را در برابر رفتار بدعنق ببینند و در کمال تعجب متوجه شدند که لوپین فقط لبخند می زند. لوپین با حالتی دوستانه گفت اگر من جای تو بودم اون آدامسو از سوراخ کلید در می آوردم. بدعنق اینطوری آقای فیلچ نمیتونه جاروهاشو برداره. فیلچ سرایدار هاگوارتس بود. جادوگر ناموفق و بد اخلاقی بود که همیشه با دانش آموزان به ویژه با بدعنق سر جنگ داشت. بدعنق به حرف پروفسور لوپین اعتنا نکرد و فقط آدامس بادکنکی تمشکیش را باد کرد و ترکان. پروفسور لوپین آهی کشید و چوب دستیش را درآورد. رویش را به دانش آموزان کرد و گفت این ورد مختصر و مفیده. خواهش میکنم خوب دقت کنید. لوپین چوب دستیش را تا شانه اش بالا آورد و گفت ودی وزی و بعد سر آن را به سوی بدعنق نشانه گرفت. آدامس گلوله شده مثل فشنگ از سوراخ کلید در آمد و یک راست به درون سوراخ چپ بینی بدعنق شلیک شد. بدعنق چرخی زد و راست ایستاد و در حالی که بد و بیرا میگفت از آنها دور شد. دین توماس با ناباوری گفت عالی بود آقا. لوپین گفت متشکرم دین، بهتره به راهمون ادامه بدیم. دانش آموزان که اکنون با نگاه تحسین آمیزی به پروفسور لوپین ژنده پوش نگاه میکردن دوباره حرکت کردن. لوپین آنها را به راهروی دیگری برد و بعد جلوی در دفتر اساتید ایستاد. در دفتر را باز کرد و خودش کنار ایستاد و گفت لطفاً داخل بشین. دفتر اساتید اتاق طویل و قاب بندی شده بود، مملو از صندلی‌های قدیمی و بی‌تناسب که همه جز یکی خالی بودند. پروفسور اسنیپ روی یکی صندلی کوتاه نشسته بود و دانش آموزانی را که وارد می‌شدند تماشا می‌کرد. چشم‌هایش می‌درخشید و پوزخند تلخی بر لب‌هایش نشسته بود. وقتی پروفسور لوپین وارد شد، قبل از آنکه در را پشت سرش ببندد، اسنیپ گفت لوپین در رو نبند، بهتره من از اینجا برم. سپس از جایش برخاست. هنگامی که از کنار بچه ها میگذشت، ردای بلندش در هوا موج میزد. وقتی به در دفتر رسید، روی پاشنه پا چرخید و گفت لوپین چون مطمئنم هیچ کس بهت چیزی نگفته، مجبورم خودم بهت هشدار بدم. نویل لانگ باتم توی این کلاسه. اگه از من میشنوی نباید توقع داشته باشی که کارهای سخت رو درست انجام بده، مگر اینکه دوشیزه گرنجر باشه و یواشکی اونو راهنمایی کنه. صورت نویل مثل لبو سرخ شده بود. هری نگاه خصمانه‌ای به استیپ انداخت. انگار آزار و اذیت کردن نویل سر کلاس خودش کافی نبود که حالا جلوی یک استاد دیگر هم او را تحقیر میکرد. پروفسور لوپین ابروهایش را بالا برد و گفت اتفاقا من میخواستم از نویل بخوام که در قسمت اول این کار به من کمک کنه. مطمئنم که به نحو احسن میتونه این کار رو انجام بده. اگه ممکن بود صورت نویل سرختر از قبل میشد. اسنیپ لبهایش را به هم فشرد و در را محکم به هم کوبید و رفت. لوپین دانش آموزان را به انتهای اتاق برد.
در آنجا چیزی نبود جز یک انباری کهنه که اساتید رداهای اضافهشان را در آنجا می‌گذاشتند. وقتی پروفسور جلو رفت تا کنار گنجه بایستد، گنجه تکانی خورد و محکم به دیوار کوبیده شد. چند نفر از جا پریدند و عقب رفتند. لوپین به آرامی گفت: نگران نباشید، چیز مهمی نیست. توی این گنجه یه لولو خورخوره است. همه نگران و مضطرب به نظر می رسیدند. نویل با وحشت به پروفسور لوپین نگاه کرد. سیموس فینینگان با نگرانی به گنجه‌ای که حالا صدای تلق و تلوق از آن می آمد چشم دوخته بود. پروفسور لوپین گفت: لولو خورخوره ها جاهای تاریک و بستر رو دوست دارند، مثل داخل گنجه، زیر تخت، کابینت زیر ظرفشویی و غیره. یه بار یه لولو خورخوره توی ساعت دیواری یک پدر بزرگ جا خوش کرد. این یکی هم دیروز اومد. من از مدیر مدرسه خواهش کردم به اساتید بگه که کاری به کار اون نداشته باشن تا شاگردای کلاس بتونن باهاش تمرین کنن. خب اولین سوالی که پیش میاد اینه که لولو خورخوره چیه؟ هرمیون یهو دستش رو بلند کرد و گفت: لولو خورخوره یه موجود دگرگون شونده است. خودشو به شکل چیزهای مختلف در میاره و چیزهایی که بیشتر از همه ما رو میترسونه. پروفسور لوپین گفت: عالیه، منم نمیتونستم از این بهتر توضیح بدم. هرمیون خوشحال شد و لوپین ادامه داد: پس لولو خورخوره‌ای که توی تاریکی نشسته هنوز هیچ شکلی نداره، چون نمیدونه کسی که اون طرف در ایستاده از چی میترسه. هیچ کس نمیدونه یه لولو خورخوره تنها چه شکلیه، اما وقتی من اونو بیرون بیارم بلافاصله به شکل چیزایی در میاد که هر کدوم از ما ازشون وحشت داریم. پروفسور لوپین نویل را که از وحشت زیر لب چیزی میگفت نادیده گرفت و ادامه داد: یعنی اینکه الان ما در مقابل یک لولو خورخوره یه امتیاز استثنایی داریم. منظور منو فهمیدی هری؟ پاسخ دادم به این پرسش با وجود هرمیون که کنار هری دستش را بالا برده بود و دائم روی پنجه های پا بالا و پایین می رفت، برای هری کار چندان ساده ای نبود. با این حال هری جواب داد: برای اینکه ما تعدادمون زیاده و اون نمی دونه به چه شکلی در بیاد؟ پروفسور لوپین گفت: دقیقا. هرمیون که مایوس به نظر می رسید دستش رو پایین انداخت. لوپین ادامه داد: همیشه وقتی با یه لولو خورخوره سر و کار داریم بهتره تنها به سراغش نرید. وقتی دو یا چند نفر در مقابلش قرار میگیرن گیج میشه، نمیدونه باید به چه شکلی در بیاد. مثلا باید به شکل یک جسد بی سر در بیاد، یا باید خودشو به شکل یک موجود آدمخوار در بیاره. یه بار من یه لولو خورخوره رو دیدم که همین اشتباه کرد. میخواست در آن واحد دو نفر رو بترسونه و به شکل یک موجود آدمخوار نصفه در اومد که اصلا هم ترساک نبود. وردی که لولو خورخوره رو دفع میکنه خیلی آسونه، اما این کار احتیاج به نیروی ذهنی داره. در واقع چیزی که لولو خورخوره رو از بین میبره خنده است. تنها کاری که باید بکنید اینه که با استفاده از نیروی ذهنی اونو وادار کنید که به شکل مضحکی در بیاد. اول بدون چوب دستی این ورد رو با هم تمرین میکنیم. بعد از من تکرار کنیم: ریدیکیلوس. این واژه برگرفته از ریدوکولوس به معنای مضحک و خنده داره. لوپین گفت: خب خیلی خوبه، حالا همه کلاس یک صدا تکرار کنن. همه کلاس با هم گفتن: ریدیکیلوس. لوپین گفت: خیلی خوبه، اما متاسفانه این ساده ترین قسمت کار بود. همونطور که خودتون میبینین این کلمه به تنهایی کارساز نیست. اینجاست که نویل باید دست به کار بشه. گنجه می لرزید، اما نویل که انگار می خواست پای چوبه دار بره از اون لرزانتر بود. نویل جلو رفت و لوپین گفت: آفرین نویل، حالا مرحله به مرحله پیش می ریم. توی دنیا چی از همه بیشتر تو رو می ترسونه؟ لبهای نویل حرکت کرد، اما صدایی از آن خارج نشد. پروفسور لوپین با شور و نشاط خاصی گفت: ببخشید نویل، نشنیدم چی گفتی، یه بار دیگه بگو. نویل با وحشت به اطرافش نگاهی انداخت، گویی ملتمسانه تقاضای کمک میکرد. بالاخره با صدایی که به زور شنیده میشد گفت: پروفسور اسنیپ. همه کلاس خندیدن، حتی خود نویل هم با حالت عذرخواهانه‌ای لبخند زد. اما پروفسور لوپین که به فکر فرو رفته بود گفت: پروفسور اسنیپ، نویل، تو با مادر بزرگت زندگی میکنی درسته؟ نویل با نگرانی گفت: بله، ولی نمیخوام که لولو خورخوره به شکل اون در بیاد.
پروفسور لوپین که حالا لبخند میزد گفت نه متوجه منظورم نشدی. ببین میتونی بگی معمولا مادر بزرگ چه لباسی میپوشه؟ نویل با قیافه هاج و واج گفت خب همیشه یه کلاه سرش میگذاره، یه کلاه بلند که روش یه لاشخور خشک شده است، یه پیراهن بلندم میپوشه که معمولا سبز است، بعضی وقتا هم یه شال گردن از جنس پوست روباه به گردنش میبنده. پروفسور لوپین به کمکش شتاف و گفت کیف دستیش چجوریه؟ گفت یه کیف بزرگ قرمزه. لوپین گفت بسیار خوب، حالا میتونی همین لباسها رو به طور واضح در ذهنت مجسم کنی؟ میتونی با چشم درونت این لباسها رو ببینی؟ نویل که نمیدانست بعد از آن چه باید بکند با شک و تردید گفت بله. پروفسور لوپین گفت ببین نویل، وقتی لولو خورخوره از گنجه بیرون بیاد و تو رو ببینه خودشو به شکل پروفسور اسنیپ در میاره. اون وقت تو باید چوب دستی تو اینجوری بالا ببری و با صدای بلند بگی ریدیکیلوس. بلا فاصله باید ذهنتو روی لباسهای مادر بزرگت متمرکز کنی. اگر موفق بشی پروفسور لولو خورخوره اسنیپ مجبور میشه که اون کلاه لاشخوردار رو سرش بگذاره، همون پیراهن سبز رو بپوشه و یک کیف دستی قرمز به دست بگیره. صدای شلیک خنده دانش آموزان در فضا پیچید. گنجه با شدت بیشتری تکان خورد. پروفسور لوپین گفت اگه نویل موفق بشه اون وقت ممکنه لولو خورخوره به سراغ هر کدوم از شما بیاد. حالا من از همه شما میخوام به وحشتناکترین چیزی که به ذهنتون میرسه فکر کنید. بعد ببینید چطوری میشه اونو به شکل مضحکی درآورد. همه ساکت شدند. هری به فکر فرو رفت. چه چیزی بیشتر از همه او را به وحشت می‌انداخت؟ اولین چیزی که به ذهنش رسید لورد ولدمورت بود. البته در صورتی که اقتدار خود را به دست آورده باشد. اما قبل از آن که به یک پاتک مؤثر فکر کند، تصویر هولناکی در ذهنش جان گرفت. یک دست مرطوب و گندیده که به زیر یک شنل سیاه می‌لغزید، نفس عمیق و صدادار یک دهان ناپیدا و بعد سرمای شدیدی که تا مغز و استخوان‌هایش نفوذ می‌کرد. هری بر خود لرزید و بلافاصله به اطرافش نگاه کرد. امیدوار بود کسی او را ندیده باشد. بسیاری از بچه‌ها چشم‌ها را بسته بودند. رون زیر لب با خود می‌گفت پاهاشو بکن. هری می‌دانست رون به چه می‌اندیشد و هیچ شک و شبهه‌ای نداشت. او از عنکبوت بیش از هر چیز دیگری وحشت داشت. پروفسور لوپین گفت همه حاضرند؟ قلب هری در سینه فرو ریخت. او هنوز آماده نبود. چطور می توانست یک دیوانه ساز را به شکل مضحکی مجسم کند؟ اما نمی خواست از لوپین بخواهد که فرصت بیشتری به او بدهد، زیرا همه در جواب او سرها را به نشانه جواب مثبت تکان می دادند و آستین ها را بالا می بردند. پروفسور لوپین گفت خب حالا همه ما عقب می رویم که بتونی تمرکز کنی. باشه، حالا همه برید عقب. من خودم نفر بعدی رو صدا میکنم. همه عقب رفتند و به دیوار پشت سرشان چسبیدند. نویل تک و تنها کنار گنجه ایستاد. رنگش پریده بود و میترسید، اما آستینها را بالا زده بود و چوب دستیش را آماده نگه داشته بود. پروفسور لوپین که چوب دستیش را به سوی دستگیره گنجه نشانه گرفته بود گفت نویل با شماره 3 شروع کن. 1 2 3 شروع کن. از انتهای چوب دستی پروفسور لوپین جرقه های درخشانی مثل فواره بیرون آمد و به دستگیره در گنجه خورد. در گنجه باز شد. پروفسور اسنیپ با بینی عقابی و قیافه تهدیدآمیزش از گنجه بیرون آمد. چشم های درخشانش به نویل خیره شده بود. نویل که چوب دستیش را بالا گرفته بود کمی عقب رفت و دهانش تکان خورد، اما صدایش در نیامد. پروفسور اسنیپ خم شده بود و میخواست به درون ردای نویل نفوذ کند که نویل با صدایی که شبیه جیر جیر بود گفت ریدیکلوس. صدای شلاق مانندی به گوش رسید. اسنیپ تکانی خورد و لباسهایش تغییر کرد. اکنون پیراهن یراق دوزی شده بلندی به تن داشت و کلاه بلندی با یک لاشخور بید زده بر روی آن به سرش بود و با یک دست کیف دستی قرمز رنگی را تاب می‌داد. همه با صدای بلند خندیدن. لولو خورخوره که گیج شده بود لحظه درنگ کرد. پروفسور لوپین فریاد زد پروتی بیا جلو. پروتی با چهره منقبض جلو رفت. اسنیپ دور او چرخید. دوباره صدایی به گوش رسید ترق. حالا یک جسد مومیایی باند پیچی شده و خونالود جلوی چشم پروتی ایستاده بود.
صورت ناپیدایش را به طرف پروتی چرخان و آهسته و کشان کشان به طرف او گام برداشت. دستهای انعطاف ناپذیرش بالا آمد. پروتی فریاد زد: ریدیکیلوس! یکی از باندها باز شد و کنار پای مومیایی افتاد و بعد دور پاهایش پیچید. مومیایی با صورت روی زمین افتاد و سرش از تنش جدا شد و روی زمین غلتید. پروفسور لوپین نعره زد: سیموس! سیموس با سرعت از کنار پروتی گذشت. ترق مومیایی تبدیل به زنی شد که موهای بلندش به زمین می رسید و صورتش به شکل اسکلت و متمایل به سبز بود. او پیک مرگ بود. دهانش را باز کرد و صدای جیغ بلند و ترسناکی در فضا پیچید. موهای هلی از ترس سیخ شده بود. سیموس فریاد زد: ریدیکیلوس! پیک مرگ صدای گوش خراشی در آورد و گلوی خود را گرفت. صدایش خاموش شده بود. ترق پیک مرگ به شکل موشی در آمد که دنبال دمش می دوید. و بعد ترق تبدیل به یک مار زنگی شد که پیچ و تاب می خورد و به جلو می خزید. و دوباره ترق صدایی داد و به شکل یک کره چشم خونالود در آمد. لوپین فریاد زد: گیج شده، داریم به هدفمون می رسیم. دین برو جلو. دین با عجله جلو رفت. ترق کره چشم به یک دست قطع شده تبدیل شد که مثل خرچنگ بر روی کف زمین می‌چرخید. دین فریاد زد: ریدیکیلوس! تق دست در یک تله موش به دام افتاده بود. پروفسور لوپین گفت: عالی بود رون، نوبت توست. رون جلو رفت. ترق چند نفر جیغ کشیدن. یک عنکبوت عظیم و جسه دو متری که تمام بدنش از مو پوشیده شده بود به طرف رون می آمد و صدای برخورد پاهایش با زمین به گوش می رسید. در یک لحظه هری فکر کرد رون از ترس خشک شده است، اما سرانجام رون فریاد زد: ریدیکیلوس! بلا فاصله پاهای عنکبوت نابدید شد و عنکبوت دور خود می چرخید. لاوندر براون جیغ کشید و از سر راهش کنار رفت. بالاخره عنکبوت جلوی پاهای هری بی حرکت ماند. هری چوب دستیش را بالا آورد و آماده شد، اما ناگهان پروفسور لوپین با عجله جلو رفت و فریاد زد: من اینجام! ترق عنکبوت بی پا ناپدید شد. لحظه ای همه با وحشت به اطرافشان نگاه می‌کردند تا آن را پیدا کنند. سپس چشمشان به گوی بلورین نقره فامی افتاد که جلوی پروفسور لوپین در هوا شناور بود. لوپین در کمال آرامش گفت: ریدیکیلوس! ترق لولو خورخوره روی زمین افتاد و به شکل سوسک حمام در آمد. لوپین گفت: نوی بیا جلو و نابودش کن. ترق اسنیپ دوباره ظاهر شد. این بار نویل با چهره مصمم جلو رفت و فریاد زد: ریدیکیلوس! لحظه ای استیپ در لباس مادر بزرگ نویل ظاهر شد و بعد صدای قاه قاه نویل به گوش رسید. لولو خورخوره ترکید و به هزاران ذره دودمانند تبدیل شد و از بین رفت. همه کلاس شروع کردن به تمجید و تحسین نویل. پروفسور لوپین گفت: عالی بود، آفرین نویل، کارت واقعا عالی بود، کار همه خوب بود. خب بگذاریم ببینم، 5 امتیاز برای همه کسانی که با لولو خورخوره دست و پنجه نرم کردند، 10 امتیاز برای نویل چون دوبار این کارو کرد. هری و هرمیون هر کدوم 5 نمره میگیرند. هری گفت: ولی من که کاری نکردم. لوپین با مهربانی گفت: تو و هرمیون اول جلسه به سوالهای من درست جواب دادید. خب آفرین به همه شما، کلاس فعالی بود. برای جلسه آینده لطف کنید فصل مربوط به لولو خورخوره ها رو بخونید و خلاصه کنید. روز دوشنبه خلاصه نویسی ها رو تحویل می گیرم. همین. بچه ها که با شور و هیجان با هم صحبت می کردن از دفتر اساتید خارج شدند. اما هری چندان سرحال نبود. پروفسور لوپین عمدن نگذاشته بود او به تمرین با لولو خورخوره بپردازد. چرا؟ آیا به این دلیل که شاهد از هوش رفتن هری در قطار بود و گمان می کرد که هری ضعیف است؟ آیا فکر می کرد ممکن است دوباره هری بیهوش شود؟ ظاهراً هیچ کس به این موضوع توجهی نداشت. سیموس فریاد می‌زد: دیدین چه بلایی سر اون پیک مرگ آوردن؟ دین دستش رو مثل دست قطع شده تکان داد و گفت: دست قطع شده رو دیدین؟ دیدین چه کلاهی روی سر اسنیپ گذاشتن؟ مومیایی منو دیدین؟ لاوندر با قیافه‌ای متفکر گفت: نمی‌دونم چرا پروفسور لوپین از گویهای بلورین می‌ترسه. وقتی برای برداشتن وسایلشان به کلاس برمیگشتند، رون با حالت هیجان زده گفت:
این بهترین کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه بود نه؟ هرمیون در تایید حرف او گفت انگار استاد خوبی گیرمون اومده. ای کاش منم با لولو خورخوره تمرین کرده بودم. رون پوزخند زد و گفت اون وقت لولو خورخوره چه شکلی میشد؟ یه مقاله که از 10 نمره فقط 9 نمره گرفته. فصل 8 فرار بانوی چاق. چندی نگذشته بود که درس دفاع در برابر جادوی سیاه درس محبوب همه دانش آموزان شد. در این میان فقط دارکو مالفوی و دارو دستش پشت سر لوپین بد و بیراه می گفتن. هر بار که لوپین از جلوی مالفوی می گذشت او با صدای نسبتاً بلندی زمزمه می کرد رداشو ببین، سر و وضعش مثل جن پیریه که توی خونه ما کار می کنه. اما هیچ کس دیگری به لباسهای وصلدار و نخنمای پروفسور لوپین توجه نمی کرد. کلاسهای لوپین هر بار مثل اولین جلسه جالب و دوست داشتنی بود. بعد از لولو خورخوره ها به درس کلاه قرمزی ها رسیدن. آنها موجودات بدجنسی شبیه به جنها بودند و در جاهایی که خون و خونریزی زیاد بود کمین می کردن. در سیاه چال قلعه ها یا در چاله های میادین جنگ منتظر می ماندن و کسانی را که راهشان را گم کرده بودند با چوب و چماق می زدن. بعد از کلاه قرمزی ها نوبت به قباس ها رسید. قباس ها موجودات آبزی وحشتناکی شبیه به میمون بودند که بدنشان از فلس پوشیده شده بود و منتظر می ماندن تا یک شخص بخت برگشته و از همه جا بی خبر از کنارشان عبور کند. آن وقت با دستهای پرده‌دارشان گلوی رهگذر را می فشردن و به درون آب می کشیدن. هیچ یک از کلاسهای هری به اندازه کلاسهای دفاع در برابر جادوی سیاه جذاب و دوست داشتنی نبود. از همه بدتر کلاس معجون‌ها بود. این روزها اسنیپ بسیار کینه‌جو شده بود و کسی نبود که علت آن را نداند. ماجرای لولو خورخوره‌ای که به شکل اسنیپ در آمده و با لباس‌های مادر بزرگ نویل ظاهر شد مثل توپ در تمام مدرسه صدا کرده بود. به نظر نمی رسید که این ماجرا برای اسنیپ خنده‌دار باشد. به محض شنیدن نام پروفسور لوپین آتش خشم در چشمانش شعله‌ور می‌شد و این روزها خیلی بیشتر از قبل به تهدید و تحقیر نویل می‌پرداخت. هری دیگر تحمل کلاس دم کرده و خفه پروفسور تریلانی را نداشت. اصلا حوصله نداشت از راز و رمز شکل‌ها و نشانه‌های کج و معوج سر درآورد. هر بار که چشم پروفسور تریلانی به هری میافتاد، چشم‌های درشتش پر از اشک می‌شد و هری سعی می‌کرد به او توجهی نشان ندهد. با اینکه بسیاری از شاگردانش و شاگردان کلاسش پروفسور تریلانی را به سرحد پرستش دوست داشتند، هری به او علاقه چندانی نداشت. پروتی پتیل و لاوندر بران هر روز ظهر هنگام صرف نهار به سراغ پروفسور می رفتند و هر بار که از آن برج مطرود دم کرده باز می گشتند چنان بادی به قبقب می انداختند که گویی از اخباری اطلاع دارند که دیگران از آنها بی خبرند. تازگی ها هنگام صحبت کردن با هری با حالتی ملایم و دلسوزانه حرف می زدند، انگار هری را در بستر مرگ تصور می کردند. در واقع بعد از اولین جلسه پرماجرا و جنجال برانگیز مراقبت از موجودات جادویی هیچ کس به این درس علاقه چندانی نداشت، زیرا کلاس هاگرید بسیار خشک و کسل کننده بود. هاگرید اعتماد به نفسش را از دست داده بود. چندین جلسه پی در پی را به آموزش چگونگی مراقبت و نگهداری کرمهای فلوبر گذرانده بود که یکی از کسل کننده ترین موجودات جهان به شمار می آمد. در یکی از این جلسات که تکه‌های ریز کاهو را در دهان کوچک کرم فلوبر فرو می‌کرد، رون گفت آخه کی به خودش این همه زحمت میده که از اینا نگهداری کنه؟ در آغاز ماه اکتبر هری سرگرمی دیگری پیدا کرد. این سرگرمی چنان جذاب و لذت بخش بود که خستگی و کسالت کلاس‌هایش را جبران می‌کرد. چیزی به آغاز مسابقات کویدیش نمانده بود. یکی از شب‌های پنجشنبه اولیور وود کاپیتان تیم گریفندور همه بازیکنان را دور خودش جمع کرد تا درباره مسابقات کویدیچ و تاکتیک های جدید آن صحبت کند. هر تیم کویدیچ 7 بازیکن داشت. 3 بازیکن مهاجم که باید سرخگون یعنی توپ سرخی به اندازه توپ فوتبال را درون یکی از حلقه های واقع در ارتفاع 15 متری دو طرف زمین بازی می انداخت.
دو بازیکن مدافع که باید با چماق‌های بزرگی توپ‌های بازدارنده، یعنی دو توپ سیاه و سنگین که بازیکنان را هدف می‌گرفتند و به آنها حمله می‌کردند را دفع می‌کردند، یک دروازه‌بان که از حلقه‌های دروازه محافظت می‌کرد و یک بازیکن جستجوگر که کارش از همه دشوارتر بود و باید گوی زرین را می‌گرفت. گوی زرین که یک توپ کوچک بالدار به اندازه یک گردو بود که با گرفتن آن مسابقه پایان می‌یافت و تیمی که بازیکن جستجوگر آن گوی زرین را به دست آورده بود 150 امتیاز اضافی کسب می‌کرد. الیور وود کاپیتان 17 ساله و قوی هیکل تیم گریفندور دانش آموز کلاس هفتم بود و آخرین سال تحصیلش در هاگوارتس را می‌گذراند. هنگامی که در رختکن سرد و تاریکشان واقع در کنار زمین تاریک و خالی کویدیچ با اعضای تیمش صحبت میکرد، یأس و ناامیدی در چهرهش نمایان بود. الیور که در طول رختکن در مقابل اعضای گروهش بالا و پایین میرفت گفت: این آخرین فرصت ما، آخرین فرصت منه و باید هر طوری شده جام کویدیچ رو به چنگ بیاری. امسال آخرین سالیه که من اینجام و دیگه چنین فرصتی نصیبم نمیشه. الان 7 ساله که تیم گریفندور برنده جام نبوده. درسته ما خیلی بدشانسی آوردیم. بازیکنامون آسیب دیدن. پارسال هم که مسابقات برگزار نشد. الیور آب دهانش را به زحمت قورت داد. گویی خاطره آن هنوز او را می‌آزرد. اما لحظه بعد چشمهایش برقی زد و همان اشتیاق وصف ناپذیر همیشگی در چهرهش نمایان شد و در حالی که مشتش را به کف دست دیگرش میکوبید گفت: ولی ما میدونیم که تیممون فعالترین تیم مدرسه است. وود به آلیشیا اسپینت، آنجلیا جانسون و کتی بل اشاره کرد و ادامه داد: 3 تا مهاجم درجه 1 داریم. 2 تا بازیکن مدافع شکست ناپذیر هم داریم. فرد و جورج چنان که گویی شرمنده شدند گفت: بسته الیور، بیشتر از این خجالتمون نده. وود با حالت غرور آمیز به هری چشم بردی رفت و با صدای آهسته و کلمات شمرده گفت: و یه بازیکن جستجوگر داریم که هیچ وقت باعث شکست تیمش نمیشه. وود لحظه درنگ کرد و ادامه داد: منم که دروازه‌بانم. جورج گفت: تو هم بازیکن خیلی خوبی هستی الیور. فرد گفت: دروازه‌بان معرکه‌ای هستی. وود دوباره شروع به قدم زدن کرد و ادامه داد: در 2 سال گذشته جام کویدیچ باید نصیب تیم ما می‌شد. از همون روزی که هری عضو تیم ما شد فهمیدیم که این جام روزی نصیبمون میشه. ولی اون روز هم نرسیده و امسال آخرین فرصتیه که برای به دست آوردن جام داریم. یأس و ناامیدی نهفته در کلام وود حتی فرد و جورج را به همدردی واداشت. فرد گفت: الیور، امسال دیگه نوبت ماست. آنجلینا گفت: موفق میشیم الیور. هری گفت: ردخور نداره. تیم گریفندور با عزمی راسخ جلسات تمرین را آغاز کردند. بازیکنان هفته‌ای 3 شب به تمرین مداوم میپرداختند. هوا روز به روز سردتر می شد و شبها تاریکتر. اکثر اوقات باران می بارید، اما نه زمین گلالود و نه باد و باران هیچ کدام خدشه‌ای به تصویر ذهنی هری وارد نمی کردن. تصویر شگفت انگیز جام نقره‌ای باشگاه کویدیچ در دست بازیکنان سرفراز تیم گریفندور. یک شب هنگامی که هری از جلسه تمرینی برمیگشت با بدنی بی‌حس از سرمای گزنده و قلبی خوشنود از پیشرفت مداوم تیم وارد سالن عمومی برج گریفندور شد. همه با شور و شوق عجیبی گرم گفتگو بودند. رون و هرمیون روی 2 تا از بهترین صندلی‌ها در کنار بخاری نشسته بودند و نمودار ستارگان خود را برای درس نجوم تکمیل می‌کردند. هری از آنها پرسید: چه خبره؟ رون با اعلامیه‌ای که تازه به تابلو اعلانات رنگ رو رفته نصب شده بود اشاره کرد و گفت: تاریخ اولین گردش در هاگزمید اعلام شده. آخرین روز ماه اکتبر، عید هالووین. فرد که پشت سر هری از در مخفی تابلو داخل شده بود گفت: چه عالی، من باید یه سری به فروشگاه زونکو بزنم. قرص‌های بوگندوم ته کشیده. هری که سرزندگی و نشاط چند دقیقه قبلش رو از دست داده بود روی صندلی کنار رون ولو شد. هرمیون که انگار فکرش رو خونده بود گفت: هری، من مطمئنم که دفعه دیگه میتونی به هاگزمید بیای. همین روزهاست که سیریوس بلک رو دستگیر بکنه.
یه نفر اونو دیده دیگه؟ رون گفت مگه بلک بچه است که توی هاگزمید بخواد کاری بکنه؟ هری با مک‌گونگال صحبت کن، بلکه اجازه بده همین دفعه بعد بیای. خدا میدونه دفعه بعدی چند وقت دیگه است. هرمیون گفت رون، هری باید توی مدرسه بمونه. همه کلاس سومی ها میخوان برن، برای چی اون باید تک و تنها اینجا بمونه؟ هری با مک‌گونگال صحبت کن. هری که تصمیمش رو گرفته بود گفت آره، باید همین کار رو بکنم. هرمیون دهانش رو باز کرد که مخالفت کنه، اما در همون لحظه کچپا به نرمی روی پاهایش پرید. یک عنکبوت مرده بزرگ از دهانش آویزان بود. رون ابروهایش رو در هم کشید و گفت حتما باید جلو چشم ما کوفت کنه؟ هرمیون گفت آفرین کچپا، خودت چه کارش کردی؟ کچپا که لحظه از رون چشم مرد می داشت آهسته عنکبوت را جوید و قورت داد. رون به سراغ نمودار ستارگانش رفت و با ناراحتی گفت فقط حواستو جمع کن که این برا نیاد. خالخالی توی کیفم خوابیده. هری خمیازه کشید. دلش میخواست هر چه زودتر بخوابد، اما هنوز نمودار ستارگانش را رسم نکرده بود. کیفش را جلو کشید، قلم و کاغذش را در آورد و مشغول شد. رون در کنار آخرین ستاره نمودارش قوسی کشید و نام آن را نوشت. سپس نمودارش را جلوی هری گذاشت و گفت بیا اگه میخوای از روی نمودار من بکش. هرمیون که با رونویسی کردن تکالیف مدرسه مخالف بود لبهایش را بر هم فشرد، اما چیزی نگفت. کچپا بدون آنکه حتی پلک بزند به رون خیره شده بود و دم پشمالویش را بی وقفه تکان میداد و بعد ناگهان جستی زد و چهار دست و پا روی کیف رون افتاد. آهای! کچپا پنجه‌هایش را در کیف فرو برده بود و میخواست آن را پاره کند. رون به کیفش چنگ زد و فریاد کشید ولش کن حیوان احمق. رون میکوشید کیف را از کچپا جدا کند، اما کچپا که محکم به کیف چسبیده بود فشفش کنان به دست رون چنگ میزد. هرمیون جیغ زد و گفت اذیتش نکن رون. همه در سالن عمومی این صحنه را تماشا میکردند. رون کیف را چرخاند، ولی کچپا همچنان با آن چسبیده بود و در همون لحظه خالخالی از بالای کیف به بیرون پرتاب شد. کچپا بلا فاصله پنجه هایش را از کیف پاره در آورد، با یک جست از روی میز پرید و به دنبال خالخالی وحشت زده شتافت. جورج ویزلی خواست کچپا را بگیرد، اما موفق نشد. خالخالی مثل برق از لابلای 20 جفت پا رد شد و به زیر یک قفسه کشودار قدیمی خزید. کچپا جلوی قفسه سر خورد و متوقف شد. پاهای خمیدهش را به هم چسبان و قوز کرد. سپس پنجه جلویش را به زیر قفسه برد و شروع کرد به ضربه زدن. رون و هرمیون سراسیمه آمدند. هرمیون کچپا را بغل کرد و برد. رون بر روی شکم خوابید و با زحمت و مشقت دم خالخالی را گرفت و آن را بیرون کشید. رون با چهره خشمگین خالخالی را که از دم آویزان بود جلوی هرمیون گرفت و گفت ببین یک پارچه پوست و استخون شده، برای چی گربتو به امید خدا ول میکنی؟ هرمیون با صدای لرزان گفت کچپا که نمیدونه این کار بده، همه گربه ها دنبال موش ها میکنن. رون خالخالی را که از وحشت دیوانوار وول میخورد دوباره در جیبش گذاشت و گفت این گربه یه چیزش میشه، وقتی من گفتم خالخالی توی کیفمه معنی این حرفو فهمی. هرمیون که به تنگ آمده بود گفت چه مزخرفاتی، کچپا بوی اونا احساس کرده احمق، غیر از این چطوری میتونست؟ رون که از حضور جمعیت اطرافشان غافل شده بود گفت اون میخواد خالخالی رو بکشه. جمعیت اطرافشان کرکر خندیدن و رون ادامه داد قدم شون بود، همین که پاش به اینجا رسید خالخالی بیچاره مریض شد. رون این را گفت و از سالن عمومی بیرون رفت که به خوابگاه پسرها برود. فردای آن روز رون همچنان از هرمیون دلخور بود. سر کلاس گیاه شناسی با اینکه رون، هرمیون و هری ستایی روی یک بوته لوبیای سرامیز کار می‌کردند، رون به زور چند کلمه‌ای با هرمیون حرف زد. هنگام چیدن غلاف‌های صورتی رنگ لوبیا و خارج کردن دانه‌های درخشان از درون آن، هرمیون با شرمندگی گفت: خالخالی چطوره؟ رون که دانه‌ها را درون سطل چوبی می‌ریخت با عصبانیت گفت: بیچاره زیر تختم قایم شده و می‌لرزه. ناگهان دستش به سطل خورد و دانه ها کف گلخانه ریخت. دانه ها جلوی چشم آنها شروع به رویدن و جوانه زدن کردند. پروفسور اسپراوت فریاد زد مواظب باش ویزلی، حواست کجاست؟ زنگ بعد باید به کلاس تغییر شکل می رفتند.
هری که تصمیم گرفته بود از پروفسور مک‌گونگال خواهش کنه اجازه بده اون هم نیز همراه سایرین به هاگزمید بره، به صف دانش آموزان بیرون کلاس پیوست. وقتی داشت جملاتی را که قرار بود به پروفسور مک‌گونگال بگه سبک سنگین میکرد، صدای گریه لاوندر براون از جلوی صف توجهش رو جلب کرد. لاوندر براون هخ هخ گریه میکرد. پروتی دستش را دور شانه های او انداخته بود و برای سیموس فینینگام و دین توماس که بسیار جدی به نظر می رسیدن مطلبی را توضیح می داد. هری، رون و هرمیون جلو رفتند و هرمیون با نگرانی پرسید چی شده لاوندر؟ پروتی آهسته گفت امروز صبح یه نامه از خونشون رسیده. یه روباه بینکی خرگوش لاوندر رو کشته. هرمیون گفت وای متاسفم واقعا لاوندر. لاوندر با چهره ماتم زده گفت میدونستم. میدونید امروز چه روزیه؟ و گفت امروز 16 اکتبره. اون چیزی که ازش وحشت داری روز 16 اکتبر اتفاق میفته. یادتونه؟ راست میگفت. همه کلاس دور لاوندر جمع شده بودن. سیموس با قیافه جدی سرش را تکان داد. هرمیون لحظه مردد ماند و بعد گفت مگه تو از این وحشت داشتی یه روباه خرگوشت رو بکشه؟ لاوندر که مثل ابر بهار اشک می‌ریخت سرش رو بلند کرد و به هرمیون گفت نه بابا، نمی‌ترسیدم روباه اونو بکشه، اما همیشه از این وحشت داشتم که یه روز خرگوشم بمیره. آها، هرمیون لحظه درنگ کرد و بعد پرسید خرگوشت پیر بود؟ لاوندر هخ هخ کنان گفت نه بابا، اون تازه به دنیا اومده بود. پروتی شانه های لاوندر را محکمتر گرفت. هرمیون گفت اگه اون یه نوزاد بود پس برای چی میترسیدی بمیره؟ پروتی به اون چشم قره رفت. هرمیون گفت بهتره یه ذره منطقی باشی. سپس رویش را برگردان و به بقیه نگاهی کرد و گفت منظورم اینه که درسته که این خبر امروز به لاوندر رسیده، ولی خرگوشش که امروز نمرده. صدای هق هق لاوندر بلندتر شد و هرمیون ادامه داد آخه دلیلی نداشته که لاوندر برای خرگوشش نگران باشه. الان همچون این خبر ناگوار براش غیر منتظره بوده که یوهو رون با صدای بلند گفت از دست هرمیون ناراحت نشو لاوندر، اون فکر میکنه فقط گربه خودش عزیزه. خوشبختانه در همون لحظه پروفسور مک‌گونگال در کلاس رو باز کرد. رون و هرمیون که به هم چپ چپ نگاه می کردن همراه سایرین وارد کلاس شدند و در دو طرف هری نشستند و تا آخر کلاس حتی یک کلمه هم با هم حرف نزدند. وقتی زنگ خورد هری نمی دانست به پروفسور مک‌گونگال چه بگوید، اما هنگامی که دانش آموزان می خواستند از کلاس بیرون بروند پروفسور مک‌گونگال خودش موضوع هاگزمید را مطرح کرد و گفت لطفاً یه لحظه صبر کنید. همه کسانی که در برج گریفندور هستن باید برگه رضایت‌نامه‌شون رو قبل از هالووین به من تحویل بدن. یادتون باشه که اگه رضایت‌نامه نداشته باشین از هاگزمید خبری نیست. نویل دستش رو بلند کرد و گفت ببخشید پروفسور، مثل این که من برگمو گم کردم. مادر بزرگت رضایت‌نامه رو مستقیم برای خودم فرستاده لانگ باتم، ظاهراً فکر کرده که اینطوری مطمئن‌تره. خب دیگه میتونید برید. رون آهسته به هری گفت همین الان برو بهش بگو. هرمیون گفت ولی آخه. رون با کله شقی گفت برو دیگه هری. هری صبر کرد تا همه از کلاس بیرون بروند و بعد با نگرانی به میز پروفسور مک‌گونگال نزدیک شد. پروفسور گفت چی کار داری پاتر؟ هری نفس عمیقی کشید و گفت خاله و شوهر خالم یادشون رفته رضایت نامه امو امضا کنن. پروفسور از بالای عینک چارگوشش نگاهی به هری انداخت و هیچی نگفت. هری ادامه داد میخواستم ببینم، اشکالی نداره، منظورم اینه که میشه منم به هاگزمید برم؟ پروفسور مک‌گونگال سرش را پایین انداخت و همونطور که کاغذهای روی میزش را دسته میکرد گفت متاسفانه نمیشه پاتر، شنیدی که چی گفتم، طبق مقررات مدرسه هر کی رضایت نامه داشته باشه میتونه بره با هاگزمید. اما پروفسور خودتون که میدونید خاله و شوهر خاله من مشنگن، از مقررات هاگوارتس سر در نمیارن. رون که میخواست به هری دل و جرأت بدهد تند تند به نشانه تأیید حرفای او سرش را تکان میداد. هری ادامه داد اگه شما اجازه بدین پروفسور مک‌گونگال که از جایش برخاست و دسته های کاغذ را در کشو گذاشت گفت ولی من چنین کاری نمی کنم. توی برگه به صراحت قید شده که ولی یا سرپرست دانش آموز باید اجازه بده.
پروفسور سرش رو برگردوند و با حالت عجیبی به هری نگاه کرد. آیا دلش برای هری سوخته بود؟ پروفسور ادامه داد: متاسفم پاتر، کاری از دست من بر نمیاد. بهتر عجله کنی وگرنه به کلاس بعدیت نمیرسی. هیچ کاری از دستشان بر نمی آمد. رون هر فحش و ناسزایی که به زبانش آمد نثار پروفسور مک‌گونگال کرد که موجب ناراحتی هرمیون شد و هرمیون که از برخورد پروفسور مک‌گونگال خوشنود بود با قیافه حق به جانبش رون را خشمگین تر کرد. در این میان هری ناچار بود گفتگوهای شاد و مشتاقانه کسانی را تحمل کند که به هم می گفتند وقتی به هاگزمید بروند چه و چه می کنند. رون برای اینکه هری را از ناراحتی درآورد گفت: توی جشن مدرسه بهمون خوش میگذره. جشن هالووین رو میگم که شب هالووین برگزار میشه. هری که دل و دماغ نداشت گفت: آره عالیه. جشن هالووین همیشه جالب بود، اما اگر هری نیز همراه با سایرین بعد از گردش در هاگزمید به جشن میآمد مزه دیگری داشت. هیچ کس نتوانست به او دلداری بدهد. دین توماس که دست به قلمش خوب بود پیشنهاد کرد هری برگشت را بیاورد و او امضای عمو برنون را برایش جعل کند، اما این کار عملی نبود چون هری به پروفسور مک‌گونگال گفته بود که برگشت را امضا نکردند. رون پیشنهاد کرد از شنل نامرئی استفاده کند، اما هرمیون بلافاصله مخالفت کرد و حرف دامبلدور را یادآوری کرد که گفته بود دیوان سازها آن سوی شنل‌های نامرئی را هم می‌بینند. حرف پرسی نیز چندان تسلی بخش نبود. او با قیافه جدی گفت: همه بی خودی هاگزمید رو گنده می کنند. هری اونقدر هم که میگن تعریفی نیست. درست مغازه آب نبات فروشیش خوبه، اما اگه راستش رو بخوای فروشگاه شوخی زونکو خیلی خطرناکه. شیون آوارگان هم ارزش دیدن رو داره، اما مطمئن باش که بقیهش به درد نمی خوره. صبح روز هالووین هری از خواب بیدار شد و هنگامی که همراه با سایرین برای صرف صبحانه به طبقه پایین میرفت بی اندازه افسرده و غمگین بود. با این حال سعی میکرد ظاهرش عادی به نظر برسد. هرمیون که بی اندازه برای هری ناراحت بود گفت: از فروشگاه دوکهای عسلی برات یه عالم شکلات و آب نبات میارم. رون گفت: راست میگه. رون و هرمیون با مشاهده افسردگی هری بگو مگو درباره کچپا را کنار گذاشته بودند. هری با لحنی که امیدوار بود صمیمانه باشد گفت: نگران من نباشید، امیدوارم بهتون خوش بگذره، توی جشن میبینمتون. هری در سرسرای ورودی همراهشان رفت. آقای فیلچ سرایدار مدرسه جلوی در ورودی در داخل سرسرا ایستاده بود و اسامی دانش آموزان را با فهرست طویلی مطابقت میداد و با دقت به صورت آنها نگاه میکرد که مطمئن شود کسانی که مجاز نیستند از مدرسه خارج نمیشوند. مالفوی که همراه با کراب و گویل در صف ایستاده بود فریاد زد: توی مدرسه میمونی پاتر؟ نکنی میترسی از جلوی دیوان سازها رد بشی؟ هری به او توجهی نکرد و تک و تنها از پلکان مرمری بالا رفت و از راهروهای خلوت به برج گریفندور برگشت. بانوی چاق که چرت میزد از خواب پرید و گفت: اسم رمز. هری با بی‌حوصلگی گفت: فورچونا ماژور. در مخفی تابلو باز شد و هری از حفره آن وارد سالن عمومی شد. سالن پر از دانش آموزان سال اول و دوم بود که با شور و شوق با هم گفتگو می کردند. در میان آنها چند دانش آموز سالهای بالاتر هم به چشم می خوردند که چون زیاد به هاگزمید رفته بودند برایشان جذابیتی نداشت. ناگهان کسی هری را صدا زد: هری هری. سلام هری. این صدای کالین کریوی بود، یکی از دانش آموزان سال دوم که طرفدار پر و پا قرص هری بود و از هر فرصتی برای صحبت با او استفاده می کرد. کالین گفت: هری به هاگزمید نرفتی؟ سپس با شوق و ذوق به دوستانش نگاه کرد و به هری گفت: اگه دوست داری بیا اینجا پیش ما بشین. هری که حوصله نداشت 20 جفت چشم را که با حیرت به اثر زخم روی پیشانیش زل زده بودن تحمل کند گفت: نه مرسی کالین، من باید برم به کتاب خونه. میخوام تکالیفم رو انجام بدم. دیگه چاره ای نداشت جز اینکه برگردد و دوباره از حفره تابلو بیرون برود. وقتی از سالن عمومی خارج شد بانوی چاق با عصبانیت گفت: پس برای چی بی خودی منو بیدار کردی؟
هری با بیمیلی راه کتابخانه را پیش گرفت، اما در میانه راه منصرف شد. حوصله انجام تکالیفش را نداشت. برگشت و با فیلچ روبرو شد. معلوم بود که آخرین مسافران هاگزمید را نیز بدرقه کرده است. فیلچ نگاه مشکوکی به هری انداخت و قرولند کنان گفت: اینجا چی کار میکنی؟ هری صادقانه گفت: هیچ کاری. فیلچ که انگام صحبت قبقبش با حالت ناخوشایندی تکان میخورد با بدخلقی گفت: هیچ کاری؟ همون جواب همیشگی. برای چی تک و تنها اینجا پرسه میزنی؟ چرا با دوستای شیطونت به هاگزمید نرفتی که قرص بوگندو و پودر آروق آور و کرم ویژویژو بخری؟ هری شانه هایش را بالا انداخت و چیزی نگفت. فیلچ با عصبانیت گفت: زود برگرد به سالن عمومی برجتون. زود باش، زود باش. همانجا ایستاد و تا زمانی که هری از نظر ناپدید نشد به او نگاه کرد. اما هری به سالن عمومی برج بر نگشت. به یاد جغدانی افتاد و وارد راهروی دیگری شد. در این فکر بود که به سراغ هدویگ برود که یک نفر از داخل یکی از اتاقها او را صدا زد. هری بلافاصله برگشت تا ببیند چه کسی او را صدا زده، که چشمش به پروفسور لوپین افتاد که از دفترش بیرون آمده بود و دنبال او میگشت. لوپین که لحن گفتارش با فیلچ زمین تا آسمان فرق میکرد پرسید: چه کار میکنی؟ رون و هرمیون کجان؟ هری با بیتوجهی گفت: رفتن به هاگزمید. لوپین لحظه‌ای به هری خیره ماند و بعد گفت: آهان، خب بیا تو. همین الان زردنبویی که برای جلسه بعد سفارش داده بودم رسیده. هری پرسید: چی؟ سپس به دنبال لوپین وارد دفتر او شد. در گوشه اتاق مخزن آب بزرگی قرار داشت. موجود رنگ پریدهی که دو شاخ کوچک تیز داشت صورتش را به شیشه چسبانده بود و در حالی که انگشت‌های دراز و باریکش را باز و بسته می کرد شکلک در می آورد. لوپین که متفکرانه آن موجود را ورانداز می کرد گفت: دیو دریاییه. چون قبلا با قواس‌ها تمرین کردیم، تمرین با این براتون مشکل نیست. تنها کاری که باید بکنید اینه که دستشو بشکنید. می‌بینین چه انگشت‌های درازی داره؟ قویه ولی شکننده است. زردنبو دندان‌های سبزش را نشان داد و بعد به گوشه‌ای رفت و به زیر جلبک‌های در هم گره خورده خزید. لوپین به اطرافش نگاهی انداخت که کتری را پیدا کند و پرسید: با یه فنجون چای چطوری؟ همین الان می‌خواستم برای خودم چای درست کنم. هری گفت: بله میخورم. لوپین با چوب دستیش به کتری ضربه ای زد و بلا فاصله از لوله کتری بخار غلیظی بیرون آمد. سپس در یک قوطی خاک گرفته را باز کرد و گفت: بشین. متاسفانه من فقط چای کیسه ای دارم، هرچند میدونم تا حالا به اندازه کافی فال چای گرفتی. هری به لوپین نگاه کرد. لوپین به او چشمکی زد و هری پرسید: شما از کجا میدونید؟ لوپین در یک لیوان دستدار لب پر شده برای هری چایی درست کرد و به طرفش هل داد و گفت: پروفسور مک‌گونگال به ام گفت. تو که نگران نیستی نه؟ هری گفت: نه. هری در این فکر بود که قضیه آن سگ در خیابان ماگلولیا را تعریف کند، اما منصرف شد. دلش نمیخواست لوپین فکر کند او یک ترسوی بزدل است، به خصوص که لوپین تصور میکرد او نمیتواند از پس لولو خورخوره ها برمیآید. گویی افکار هری بر حالت چهرهش تأثیر گذاشته بود، زیرا لوپین گفت: از چیزی ناراحتی هری؟ هری به دروغ گفت: نه. سپس جرعه چای نوشید و به زردنبو نگاه کرد که مشتش را برای او تکان میداد. یک هول لیوان چای را روی میز لوپین گذاشت و گفت: بله ناراحتم. اون روزی رو که با لولو خورخوره میجنگیدیم یادتونه؟ لوپین آهسته گفت: بله. هری به تندی گفت: چرا اون روز نذاشتین من با لولو خورخوره بجنگم؟ لوپین که متعجب شده بود ابروهایش رو بالا برد و گفت: من فکر میکردم دلیلش واضحه. هری که انتظار داشت لوپین به کلی منکر این موضوع شود جا خورد و پرسید: چرا؟ لوپین ابروهایش رو در هم کشید و گفت: خب برای اینکه فکر میکردم اگه لولو خورخوره با تو روبرو بشه به شکل لورد ولدمورت در میاد. هری مات و مبهوت او را نگاه میکرد. اصلا انتظار شنیدن چنین جوابی را نداشت. از آن گذشته لوپین اسم لورد ولدمورت را بر زبان آورده بود. تنها کسی که این اسم را به صدای بلند بر زبان می آورد، البته غیر از خود هری، پروفسور دامبلدور بود. لوپین که همچنان اخمهایش در هم بود گفت: اما از قرار معلوم اشتباه میکردم.
من این فکر رو کردم که اگر لرد ولدمورت از اونجا ظاهر بشه بچه ها به وحشت می افتن. هری صادقانه گفت اتفاقا اول ولدمورت به فکرم رسید، اما بعد به یاد دیوان سازها افتادم. لپین که به فکر فرو رفته بود گفت که اینطور، حالا فهمیدم. با دیدن چهره بهت زده هری لبخندی بر لبهایش نشست و گفت این معنیش اینه که چیزی که بیشتر از همه تو رو میترسونه خود ترسه. خیلی باهوشی هری. هری که نمیدانست در جواب او چه بگوید لیوان چای را برداشت و کمی خورد. لپین زیرکانه گفت پس تو فکر میکردی که من فکر میکنم نمیتونی با لولو خورخوره بجنگی؟ هری که انگار باری از روی دوشش برداشته شده بود گفت بله راستی پروفسور لپین، شما میدونید که دیوان سازها. در همین لحظه ضربه‌ای به در خورد و حرفش نیمه تمام ماند. لپین گفت بفرمایید. در باز شد و اسنیپ به درون اتاق آمد. از جامی که در دست داشت بخار کمرنگی بیرون می آمد. با دیدن هری سر جایش ایستاد و چشمهایش را تنگ کرد. لپین لبخند زد و گفت دستت درد نکنه سیوروس. میشه لطفاً اونو بگذاری روی میز؟ اسنیپ که نگاهش را از لپین به هری و از هری به لپین می انداخت، جام را که هنوز از آن بخار برمی خواست روی میز گذاشت. لپین با خوشنودی به مخزن آب اشاره کرد و گفت داشتم زردنبو رو به هری نشون می دادم. اسنیپ بدون آنکه به مخزن نگاه کند گفت جالبه لپین، باید اونا همینجوری بخوری. لپین گفت باشه باشه حتما. اسنیپ ادامه داد یه پاتیل ازش درست کردم، اگه بازم خواستی هست. خیلی ممنون سیوروس، شاید لازم باشه فردا هم کمی از اون بخورم. اسنیپ گفت خواهش میکنم. اسنیپ با قیافه عبوس و جدی از اتاق خارج شد. در نگاهش حالتی بود که هری از آن خوشش نمیامد. هری با کنجکاوی به جام نگاه کرد و لپین لبخند زنان گفت پروفسور اسنیپ خیلی به من لطف داره که برام این معجون رو درست کرده. راستش من زیاد توی درست کردن معجون ها وارد نیستم، مخصوصا این معجون که خیلی پیچیده است. لپین جام را برداشت و معجون رو بو کرد، بعد جرعه ای از آن نوشید و بر خود لرزید و گفت حیف، اگه شیرینش کنیم خاصیتش از بین میره. هری پرسید چرا؟ لپین به هری نگاه کرد و به سوال ناتمامش جواب داد. این روزها خیلی رنگ و رون پریده و این معجون تنها چیزی که حالمو بهتر میکنه. خیلی شانس آوردم که پروفسور اسنیپ همکارمه. هر جادوگری طرز تهیه این معجون رو بلد نیست. پروفسور لپین جرعه دیگری نوشید. هری با تمام وجود میخواست آن جام را از دست لپین به زمین بیندازد. ناگهان حرفی از دهانش پرید. به لپین گفت پروفسور اسنیپ خیلی به جادوی سیاه علاقه داره. لپین که داشت جرعه دیگری از آن معجون را می نوشید با بی علاقگی گفت جدی میگی؟ هری لحظه مردد ماند و بعد دل را به دریا زد و گفت بعضی ها میگن برای این که بتونه در کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه تدریس کنه حاضر دست به هر کاری بزنه. لپین بقیه معجون را سر کشید و چهرهش در هم رفت و گفت عجب بدمزه است. خب دیگه من باید به کارهام برسم، توی جشن میبینمت. هری لیوان خالی را روی میز گذاشت و گفت باشه. از جام خالی هنوز بخار بلند میشد. بعدش هری به بیرون رفت و رون و هرمیون رو دید. رون گفت بفرمایید، دیگه بیشتر از این توی دستمون جا نمیشه. رون و هرمیون که تازه از راه رسیده بودن مقدار زیادی شکلات و آب نبات رنگارنگ و درخشان رو در بغل هری گذاشتن. وقتی وارد سالن عمومی شدند، صورتشان از سوز سرما سرخ شده بود و نا و رمق نداشتند. هری پاکت بیسکویت فلفلی را که به شکل جنهای سیاه کوچک بود برداشت و پرسید هاگزمید چطور بود؟ کجاهاش رفتین؟ در واقع جایی نمانده بود که نرفته باشند. فروشگاه درویش و بنجز، فروشگاه لوازم جادوگری، فروشگاه شوخی زونکو، مهمانخانه سه دست جارو و خیلی جاهای دیگر. در مهمانخانه سه دست جارو نوشیدنی کره‌ای داغ و کفالود هم خورده بودن. به اداره پست هم رفتیم. هری تو قفسه ها حدود 200 تا جغد بود. همه رو از روی رنگ و سرعت پروازشون طبقه بندی کرده بودن. فروشگاه دوک های عسلی یه جور شکلات جدید آورده بود که نمونه های مجانیشو به همه میداد. اینا هاش یه ذره اینجاست. بیا. توی رستوران سه دست جارو یه قول بیشاخ و دم دیدیم. به خدا راست میگم اونجا از این چیزا زیاد دارن. ای کاش میتونستیم از اون نوشیدنی های کره‌ای برات بیاریم، حسابی آدمو گرم میکنه. هرمیون با نگرانی پرسید تو چی کار کردی؟ تونستی تکالیف مدرسه رو انجام بدی؟
هری گفت رفتم پیش لپین، با هم توی دفترش چای خوردیم، بعد اسنیپ اومد. هری همه چیز را درباره جام معجون برایشان تعریف کرد. رون که از تعجب دهانش باز مانده بود گفت لپین معجون خورد؟ مگه دیوونه شده؟ هرمیون به ساعتش نگاهی انداخت و گفت بهتره دیگه بریم پایین، تا 5 دقیقه دیگه جشن شروع میشه. با عجله از حفره تابلو بیرون رفتن و همانطور که درباره اسنیپ صحبت میکردن به سایرین پیوستن. هرمیون با نگرانی به اطراف نگاهی انداخت و آهسته گفت اما اگه اون میخواست لپین رو مسموم کنه، جلو چشم هری که این کار رو نمیکرد. هری گفت آره، شایدم حق با تو باشه. از سرسرای ورودی گذشتند و وارد سرسرای بزرگ شدند. همه جای سرسرا را تزیین کرده بودند. صدها کدو تنبل توخالی که شمعی درون هر یک میسوخت اینجا و آنجا به چشم میخورد. یک دسته خفاش مثل ابر سیاهی از این سو به آن سو پرواز میکردند و نوارهای نارنجی شعله‌ور مثل مارهای آتشین در زیر سقف سرسرا که آن شب هوای طوفانی را منعکس میکرد در حرکت بود. شام آن شب بی‌نظیر بود. حتی رون و هرمیون که تا خرخره آب نبات و شکلات خورده بودند، دو بار از همه غذاها کشیدند و خوردند. هری دائم به میز اساتید نگاه میکرد. پروفسور لپین مثل همیشه سر حال و قبراق بود و در حالی که سر و دستش را تکان میداد با پروفسور فلیتویک استاد وردهای جادویی صحبت میکرد. نگاه هری به آن سوی میز که پروفسور اسنیپ نشسته بود افتاد. هری نمیدانست خیالاتی شده است یا اینکه واقعا اسنیپ بیشتر از حد معمول به لپین نگاه میکنه. حسن ختام جشن برنامه جالبی بود که اشباح هاگوارتس تدارک دیده بودند. اشباح از دیوارها و میزها بیرون پریدند و با آرایش شگفت انگیزی به پرواز در آمدند. نیک سربریده شبح گریفندور بعد از اجرای صحنه بازسازی شده مراسم گردنزنی نافرجامش با استقبال پرشور جمعیت روبرو شد. آن شب چنان به هری خوش گذشت که حتی مالفوی نتوانست به شادمانیشان خدشه‌ای وارد کند. هنگام خروج از سرسرا مالفوی از میان جمعیت فریاد زد پاتر، دیوان سازها با عشقی آتشین بهت سلام رسوندن. هری، رون و هرمیون همراه با سایر گریفندورها به سمت برج گریفندور در حرکت بودند. اما وقتی به راهروی رسیدند که به تابلوی بانوی چاق منتهی شد، عده‌ای از دانش آموزان را در آنجا سرگردان دیدند. رون با کنجکاوی پرسید پس چرا هیچ کس نمیره توی برج؟ هری از بالای سر دانش آموزانی که جلویش بودند به تابلو نگاه کرد. ظاهراً در مخفی تابلو بسته بود. ناگهان صدای پرسی به گوش رسید که با قیافه متکبر و خودپسندش از لابلای جمعیت میگذشت و میگفت بگذارید من رد بشم. برای چی اینجا جمع شدیم؟ نکنه همتون اسم رمز رو فراموش کردین؟ ببخشید من سرپرست گروه هم ها. و بعد آنها که جلوتر ایستاده بودند ساکت شدند و سکوت سنگینی بر فضا حکم فرما شد. ناگهان پرسی فریاد زد یک نفر بره پروفسور دامبلدور رو خبر کنه، زود باشین. همه سرهایشان را برگرداندند و آنها که عقب‌تر بودند روی پنجه پا ایستادند. جینی که تازه از راه رسیده بود گفت اینجا چه خبر شده؟ لحظه بعد پروفسور دامبلدور سوار بر جارویش به طرف تابلو پرواز کرد. همه گریفندورها روی زمین چنباتمه زدند و راه را برایش باز کردند. هری، رون و هرمیون جلو رفتند که ببیند چه مشکلی پیش آمده است. وای خدا جونم، هرمیون این را گفت و بازوی هری را فشار داد. بانوی چاق ناپدید شده بود و تابلو چنان با قساوت قلب دریده شده بود که خورده تار و پود تابلو روی زمین ریخته بود. بعضی قسمت‌های تابلو قلوه‌کن شده بود. دامبلدور به سرعت نگاهی به تابلو انداخت و برگشت. حزن و اندوه در چشم‌هایش موج می‌زد. در همان لحظه پروفسور مک‌گونگال، لپین و اسنیپ از راه رسیدند و با عجله به سویش رفتند. دامبلدور گفت باید پیداش کنیم. پروفسور مک‌گونگال خواهش می‌کنم فوری به سراغ آقای فیلچ برید و به اون بگید که همه تابلوهای قلعه رو بگرده و بانوی چاق رو پیدا کنه. ناگهان صدای خنده‌کنان گفت شانس آوردین. این صدای بدعنق روح مزاحم بود که با شور و شعف بالای سر جمعیت بالا و پایین می‌رفت. او همیشه از مشاهده ناراحتی و گرفتاری دیگران شادمان می‌شد. دامبلدور به آرامی پرسید منظورت چیه بدعنق؟ خنده از لب‌های بدعنق محو شد.
جرأت نداشت در حضور دامبلدور لودگی و مسخرگی کند. بلافاصله حالتی چاپلوسانه به خود گرفت که چندان بهتر از صدای خندهش نبود و گفت: جناب مدیر، بانوی چاق شرمنده است قربان، رفته قایم شده، چه افتضاحی کرد قربان. من اونو توی تابلوی منظره طبقه چهارم دیدم که داشت میدوید و از لابلای درخت‌ها رد میشد. بعد اونوق با خوشحالی ادامه داد: بیچاره داشت گریه میکرد و یک چیزهایی میگفت. دامبلدور به آرامی پرسید: نگفت که این کارو کرده؟ بعد اونوق مثل کسی که بمب بزرگی رو در دست داره گفت: چرا گفت جناب مدیر؟ یارو وقتی میبینه اون نمیگذاره از تابلو رد بشه عصبانی میشه. بعد اونوق پشتکی زد و در حالی که میخندید از بین دو پایش به دامبلدور چشمکی زد و گفت: این یارو سیریوس بلک اخلاق نداره که. و اینجا بود که همه اتفاق افتاد و همه فهمیدن که سیریوس بلک اومده.